بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی هویت انسانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل اول، پدید شناسی خود. من کیستم؟ من. صفحه 5. بسم الله المنان. 1. نام ذاتی موجودی به نام انسان همانا من است. 2. هر کسی در نزد خودش و در خطاب با خودش با آن نام خوانده نمی شود که والدین بر او نهادند. هر کسی خودش را من می نامد چون خود را مخاطب قرار می دهد. 3. هر کسی خودش را در نزد خودش و در رابطه با دیگران و کل جهان هستی همانا من یا خود من می نامد و این گونه معرفی می کند، نه با نامی که در شناسنامه دارد. 4. من نام جهانی و واحدی موجودی به نام انسان است. 5. من نه تنها نام عمومی و مشترک همه انسان هاست، بلکه اسم خاص هر کسی هم هست. 6. پس به تعداد آدم ها بر روی زمین و در تاریخ بشر، منهای متمایز و منحصر به فرد و خاصی وجود دارد که دوتا مثل یکدیگر نیستند و هر منی من خودش است. خود من یا من خودم یا خود خودم. 7. من حاصل فردیت و چیزیت و موجودیت نیست، زیرا سایر موجودات و حیوانات دارای من و منیت و خودیت نیستند. 8. من در وجود انسان دو پایگاه یا رکن دارد، دل و ذهن، من احساسی و من فکری، ایده من و احساس من، فکر من و دل من. 9. این دو من دو ظهور و بروز هم دارد. من ذهنی به صورت گفتار و کردار بروز می کند و من قلبی به صورت احساسات و تعلقات و روابط و مالکیت ها. من ذهنی محصولات معنوی دارد، مثل سخنان، نوشته ها، هنرها، علوم، اعتقادات و غیره. و من قلبی محصولات عینی و مادی دارد، مثل خانه من، همسر و فرزند من، دوستان من، اتومبیل من و غیره. من معنوی و من مادی. 10. چون انسان دارای من است، تنها موجودی است که از خودش در جهان بیرون از خود آثاری بر جای می نهد که مختص من اوست. 11. بشر چون دارای من است، دارای تاریخ نیز هست. تاریخ بشر، تاریخ منیت بشر، من تاریخی بشر. 12. انسان چون دارای من است، عاشق می شود که عشق اشد منیت بشر است و من جاودانی اوست که به صورت عشق بروز می کند. لذا آدمی در عشق احساس جاودانگی دارد، زیرا من او به جاودانگیش متصل شده است. عشق همان جنبش من جاوید بشر است و نیز دو تجلی دارد، عشق معنوی و عشق مادی یا عینی، عشق علمی، هنری، عقیدتی، الهی و عرفانی، و عشق به جنس مخالف و فرزند و ثروت و قدرت و غیره. 13. آدمی همواره مترصد جاودان سازی من خیشتن است و این تلاش به صورت انواع عشقها بروز می کند. پس عشق تلاش من برای جاودانه شدن است. 14. برخی جاودانگی ها جلوه عینی و مادی دارند، مثل خانواده و نژاد و ثروت، و برخی هم جلوه معنوی دارند و نامرئی هستند، مثل عشق الهی، عشق هنری و علمی و عقیدتی. 15. جاودانه ترین من انسان همان خداوند است، خدای من. 16. آدمی فقط در احساس و ایده خدای من است که خودش را جاودانه حس می کند. 17. خدا همانا من جاودانه من است
و خدای هر منی هم خاص خود اوست و اتفاقا این خصوصی ترین و محرمانه ترین و مطمئن ترین من هر کسی است، علی رغم اینکه چنین باوری هم وجود دارد که خدای همه یکی است و خدای خصوصی وجود ندارد. 18. نبرد و صلح بین انسانها چیزی جز صلح و جنگ بین منهای آنها نیست. 19. شدیدترین و جدیترین جنگ ها و صلح های بشری بین خدای منهای بشر است و منهای خدایی بشر. 20. جدیترین و قویترین منها همانا منهای خدایی بشرند و خدایان منی بشر. 21. منهای بی خدا و کسانی که خدای من آنها ضعیف و بی ریشه و غیر مطمئن است، منهای ضعیفی هستند، یعنی آدمهای سست عنصر و کم اراده و بازیچه و بلهوس و ترسو، زیرا فاقد من جاویدند. 22. حال براستی من کیستم؟ من در آدمی چیست و از چه گوهر و جنسی است؟ 23. اگر انسان تنها موجود دارای من است، بدین دلیل است که تنها موجود صاحب روح خداست که همان امر و اراده اوست. 24. اگر قدرت و هویت و شدت ظهور و بروز من هر کسی بسته به قوه من خدایی و خدای من است و من جاودانی بشر همان خدای من است، پس من یا خود بشر همان خداوند است و دال بر حضور اراده خدا در بشر است که نامش روح است. 25. پس من همان روح الله است، ولذا انسان به میزانی که من خود را می شناسد و در آن تأمل و تعمق کرده است، خدا را می شناسد و اراده او را در خود درک می کند. 26. ولذا انسان به میزانی که دارای گوهری خودشناسی یا منشناسی است، این من خداوند را معرفی می کند و حس جاودانگیش درک شده و در وجود آدمی جاری و ساری می شود و این میزان اقتدار و حس جاودانگی من است که همه محصولات من را عاشقانه می کند و من را در هر امری عاشق می سازد، زیرا عشق همان نگاه و فهم جاوید انسان درباره جهان است. 27. پس من، خدا، عشق و جاودانگی در آدمی جوهره و حس و معنای واحدی است. 28. آنچه هم نیست که معنویت یا هویت نامیده می شود تماماً از من است که قوت و سیطره و حضور و ظهورش بسته به میزان خودشناسی و نقب زدن و تعمق در آفاق و ابعاد و طبقات من است که غایت این معرفت نفس به ذات من یا هسته مرکزی من در خیشتن می رسد که در بیرون متجلی شده و منجر به دیدار با آیات الهی و بلکه لقاء الله می شود در درجات تجلی، که این دیدار با جمال من است، جمال خدا، جمال روح، جمال جاودانگی، جمال عشق، و این دیدار موجب کمال اقتدار و ظهور من در جهان می گردد. 29. من در هر انسانی مخلوق میزان توجه و تأمل و تفکر و معرفت درباره من است و لذا یک موجود کاملا عرفانی است. 30. بنابراین همواره بسیارند انسانهایی که براستی اصلاً فاقد من هستند که این نوع آدمها را بی‌هویت می‌نامند که در واقع فاقد معرفت درباره خود هستند و اینان هنوز جانورند و آدم نشدند. 31. من مخلوق نظر انسان به خیشتن است، حاصل روی کرده آدمی به خیشتن خیش. این همان توشه آخرت و ابدی انسان در جهان است. 32. چرا بر خود نظر نمی کنید؟ قرآن. این امر به خلقت جدید و خلق انسانی بشر به دست خیشتن است و مقام شهادت می باشد. شاهد بر خیشتن بودن.
33. پس موجودیت انسانی بشر مخلوق شهادت است، یعنی من همواره شهید است. 34. پس انسانیت بشر همواره مقام شهادت اوست و انسان در درجات شهید بودن قرار دارد. 35. آدمی در نخستین نظر برخیشتن و شهادت دادن برخیشتن شهید می شود، یعنی حیوانیت او شهید می شود و روح انسانی یعنی من الهی و جاودانش از این شهادت برمی خیزد. 36. ولذا من همواره دارای طبعی خونین است و این است که آدمی طبعا از معرفت نفس و رجعت به خیشتن خیش بیزار است. 37. پس من یک موجود کاملا عرفانی است، زیرا حاصل معرفت نفس است. 38. عرفان همواره قرین شهادت است و عارفان شهیدانند. 39. من در هر تولد و خیزش و جهشی بایستی شهید شود در زیر نظر انسان. 40. روح نظر بر تن می کند و من خلق می شود و لذا من دارای ماهیت اویی یا هویی است که از رابطه بین من توی روح تن پدید می آید. 41. و لذا من همان هویت یا اوییت است، یعنی خداییت. 42. و در قرآن کریم شهید از اسمای الهی است، هوش شهید. 43. هر نظر برتری بر خود یا من موجب خودکشی یا منکشی می شود تا من برتری برخیزد و این معنای دیگری از معنای شهادت و هویت شهیدی خود یا من است. 44. معراج محمدی و لقاء الله حاصل برترین نگاه آدمی بر من خیشتن است که هوی ذات را در بیرون متجلی می کند و برترین شهادت رخ می نماید و هو الشهید نقاب از جمال بر می کشد. 45. هر جهش و عروج من به مثابه یک بار مردن و به حیاتی برتر زنده شدن است و این همان موتهای ارادی است. 46. پس آخرین خود یا من همان خداست در مقام شهود. 47. پس معراج محمدی حاصل کمال شهادت و شهید شدن من محمدی است. 47. پس معراج محمدی حاصل کمال شهادت و شهید شدن من محمدی است. 48. لقاء الله اجر آخرین خودکشی و شهید شدن من آخرین است که برترین و مقدسترین من است. 49. هفت من کلی در بشر وجود دارد که به صورت هفت طبقه نفس است که زمین هفت آسمان است. من اماره، من لوامه، من ملهمه، من مطمئنه، من راضیه، من مرضیه، من واحده، که هر یک به ترتیب از پی شهید شدن من قبلی رخ می نماید و فعال و متجلی می شود. 50. برای هر یک از این منها جهانی دیگر و منحصر به فرد خودش در بیرون وجود دارد که هفت آسمان است. 51. در انسانی که روح در مقام شهادت بر تن خیش نیست، منی هم موجود نیست و روح چنین انسانی در جهان اشیاء گم و گور و تسخیر شده است و تن او هم یک جانور دیوانه و افسار گسیخته است. 52. اگر امر دین خدا همان امر رجعت است، به معنای رجعت روح به خانه خیشتن است تا من پدید آید، یعنی انسان خلق شود. 53. انسان بی من یا هنوز یک جانور است و یا به مقام لقاء الله رسیده و من در خداوند جذب و فنا و یگانه شده و او انسان کامل و خلیفه خدا در جهان است که این شهید کامل است در خداوند و مشهود است در خداوند،
یعنی خداوند از جمال چنین انسانی بر مخلصین رخ می نماید، همانطور که محمد صلی الله در معراجش با جمالی علی بار دیدار کرد، همانطور که مولای رومی در جمال شمس با خداوند دیدار کرد که شمس من و خدای من. 54. آنچه که منیت یا انانیت یا خودپرستی نامیده می شود که صفتی زشت و شیطانی است، حاصل اطاعت من از غیر خداوند است. 55. فقط انسان کامل، یعنی انسان بیمنی که من او در خداوند حل شده است، حق دارد از خودش اطاعت کند، زیرا من او عین هو شده است و مظهر اراده و من خداوند است. و همانطور که درباره عباد الله المخلصین در قرآن می‌خوانیم، این خودی است که مظهر خداست. 56. من تا قبل از رسیدن به خداوند و الحاق در خداوند حق پیروی از خودش را ندارد و بلکه بایستی از یک انسان مخلص که مظهر هوست اطاعت کند که نامش امام است یا عارف واصل، که اسوه تحقق یا من هو می باشد، یعنی منی که او شده است. 57. یکی از دامهای هلاکت و انهدام من همانا گم شدن در محصولات و تعلقات خیش در جهان بیرون است و به تسخیر چیزها در آمدن، به تسخیر خانه، ماشین، همسر و فرزند، مقام و قدرت خود در آمدن و از خانه وجود خیش گم شدن، و این معنای زلالت و گمشدگی است. این همان معنای دنیا پرستی است و بت پرستی. 58. من یا خود هر انسانی در جستجوی حق ذاتی و جاودانی خیش است که همان خداست، و به کمتر از خدا قانع شدن و در غیر خدا ماندن همان هلاکت من و انهدام هویت است. و بشر مدرن هلاک شده چنین وضعی در تکنولوژی است که هولناکترین دام من است که دام شیطانی است. 59. با نظر روح به تن من خلق می شود و به راه می افتد در جهان به جستجوی حق و معنای جاودانه خیش، و در این جستجو گم می شود. 60. من به محض خلق شدن بایستی در خودش بماند و نقب زند، زیرا حقش در خودش نهفته است و نه خارج از خود. به قول حافظ، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد. 61. ولی هیچ منی بدون یاری یک من به حق رسیده و هو شده قادر به جستجوی من در خیشتن نیست، و در این جستجو به اشد خودپرستی حقیر و ابلهانه خود مبتلا می شود و این شیطنت من است. 62. مهلکترین دام و هلاکتگاه من جنس مخالف است، که جنس مخالف و همسر مظهر حقیقت من پنداشته می شود و پرستیده می شود. اکثر منها در این دام دچار هلاکت ابدی می شوند. این بدان دلیل است که جنس مخالف هم یک انسان است، یعنی صاحب صورت الهی است، و لذا خدا پنداشته می شود با اینکه می داند که چنین نیست، ولی از آن رهایی ندارد. 63. جنس مخالف در صورتی می تواند مظهری از حقیقت من باشد که خود به این حقیقت در خود رسیده باشد، یعنی به مقام عباد الله المخلصین نائل آمده باشد که از منهای دنیوی منزه باشد و متعلق گشته باشد. 64. فقط یک عارف واصل مظهر حقیقت من بیرونی بشر است و ما بقی دام است، بت است، کمینگاه ابلیس است. 65. گاه من آدمی به چنان دام و عذابی می افتد که برای نجات خود مبادرت به قتل تن خود می کند. 66. کل جهان هستی آینه تجسد من انسان است، و سرابی بیش نیست و بلکه مهلکه است،
ولی در این حال من در این ظرف ها و بت ها و نشانه های مجازی و میرای من تجربه کسب می کند و به تدریج جایگاه های خود را ارتقا می دهد و به آسمان ها و جهان های برتری راه می یابد تا به یک من هویی، یعنی یک عارف واصل می رسد که به یاری او جمال حقیقی و جاودانی خود را دیدار می کند و حقیقت را در خودش می یابد و در خودش قرار می گیرد و خود جاوید می شود، یعنی من الهی، یعنی به خدای من و من خدایی در خود می رسد و این است من واقعی که به حقیقت خود در خود رسیده و از غیر خود بی نیاز و پاک شده است و این مقام مخلصین است. خالص شدگان، خلوص من از غیر من. 67. پس حق و حقیقت من این است که از خانه وجودش، یعنی از تن، ظهور کند بی واسطه غیر، که این ظهور حق از هیکل بشر است که نور خدا را متجلی می شود. این ظهور منان است از انسان. 68. لفظ من در عربی هم به معنای کس می باشد که دقیقا مترادف من در فارسی است، ولذا منان که از اسمای الهی است به معنای من کننده یا بخشنده من به انسان است، یعنی انسان را همچون خودش کسی کرده است، من کرده است، و این بزرگترین و بلکه تنها منت منان است به انسان، چون انسان تنها موجود صاحب من است و من است، یعنی چیزی است به خودی خودش، در حالی که هیچ موجودی در جهان به خودی خود چیزی نیست و اصلا خودی نیست و بلکه آیات و نشانه از وجود یک من خالق است که خالق من هاست، یعنی جز انسان سایر موجودات بی خودند، یعنی در خود وجودی ندارند و موجودات مجازی و عاریه‌ای هستند، ولذا من انسانی در کل جهان هستی نمیتواند به حق من خودش برسد و در هر چیزی فریب میخورد و به دام میافتد. حق من انسان در خیشتن اوست و خیشتن آدمی متاسفانه آخرین محل رجوع اوست، آنگاه که از کل جهان مایوس شد، و این همان معنای کفر من است که از خود فراری و بیگانه است، زیرا در من خیش به خودی خود چیزی جز فنا در نمییابد و این منشأ جهل انسان است که دچار ادراکی واژگون سالار است و معنای هستی و نیستی را کاملا عوضی میگیرد و به جهان عدمی و بی خود رجوع میکند تا به حق جاودانی خود برسد و در جهان بیرون به تجاوز و فساد میپردازد و این منشأ ظلم انسان است. و این است که قرآن کریم انسان را نفساً موجودی کافر و جاهل و ظالم می خواند. 69. هر چیزی در این جهان دارای حقیقتی است و حق خود خداست و دیدار با خدا و فنای در او و یگانگی با او و مظهر هو شدن در جهان. 70. صورت آدمی از صورت خداست و روح او هم روح خداست و لذا من انسان هم همان من خداست. 71. من یا خود هر کسی چه وجهی از وجود اوست؟ صورت مظهر وجود است، روح هم مهد اراده وجود است، و اما من یا خود همان به خود آیی وجود و وجود یابی است، معرفت بر وجود، وجود دان، ولذا آنچه که وجدان نامیده می شود مخفف وجود دان و به معنای دانایی وجود است، ولذا انسان حیوانی است که می داند که هست و بر هستی خود احاطه و اشراف و شهادت و نظارت دارد و در حقیقت وجودی بر وجود است، وجودی برتر است و برتر از وجود. پس انسان نور معرفت است و این نور خود یا من نام دارد یا وجدان. 72. انسان و انسانیت نه تن است نه روح و نه اتحاد این دو، بلکه نگاه و نظر بر این وجود است. از این دیدگاه بهتر این معنای قرآنی را درک می کنیم که
چرا بر خود نظر نمی کنید؟ یعنی چرا آدم نمی شوید؟ و این امر به خلق شدن انسان است. 73. خداوند در کتابش می فرماید که انسان را بر خلقتش شاهد گرفتی، پس انسان چیزی جز این شهادت نیست، پس انسان نگاه است. 74. انسان نور نگاه است و این نور معرفت است، پس وجود معرفت است و معرفت برتر از موجودیت است و موجودیت مخلوق معرفت است برای انسان. 75. در زیر این نگاهی که انسان بر جریان خلق شدن خود می کند، نهایتا خداوند دیدار می شود، زیرا انسان بر جای خدا نشسته است. این دیدار همان حق وجود انسان است، یعنی خداوند حق وجود انسان است، خداوند حق من انسان است. 76. پس همانطور که هر که خود را شناخت خدا را شناخت، هر که هم خود را دید خدا را دید. این دیدن فقط دیدن نیست، بلکه شدن است، وجود یافتن است و انسان شدن به عنوان خلیفه. 77. کل طول عمر آدمی جریان خلق شدن اوست و انسان تا با خداوند دیدار نکند خلقتش کامل نشده است. با این سؤال و جواب بین خداوند و انسان که آیا من پروردگار تو نیستم؟ آری. این آری گفتن به خلقت خیش است و هستی خود را تحویل گرفتن و من شدن. 78. بدین لحاظ این من همان امانتی است که خداوند به کل کائنات بخشید، ولی جز انسان آن را نپذیرفت که آن هم از جهل و ظلمش بود، زیرا تمام ظلم آدمی از من و منیت اوست و از من خود اکثرا استفاده ظالمانه می کند و ظلم در وجود آدمی همان عنصر من است و همین من است که در قیامت بازخواست می شود و همین من است که پس از مرگ باقی می ماند و ابدیت انسان است. 79. و با مرگ تن و روح از انسان جدا می شوند و فقط من باقی می ماند که از تن جمال پذیرفته و از روح هم صاحب اراده شده است و اینک موجودیتی مستقل از تن و روح است. این همان چیزی است که انسان در حیات خاکی آفریده و پرورده است و بقای ابدی اوست. 80. خداوند تن و روح را به من می دهد تا من خودش را بیافریند، یعنی تن و روح مواد اولیه خلقت نوین انسان به دست خیشتن است، از طریق نگاه کردن. ای انسان، چرا بر خود نظر نمی کنی؟ 81. من یک نقطه لامتناهی و ازلی است، همچون وجود خداوند در عرصه قبل از خلقت در اما. 82. همچون انفجار بزرگ در نظریه خلقت و پیدایش کائنات، این نقطه لامتناهی نیز باید در خودش منفجر شود که این انفجار نور است، انفجاری که انسان را خلق می کند از نقطه من. این انفجار حاصل نگاه است، نگاه برخیشتن. این پیدایش انسان الهی است، آن کالبد نوری در حکمت اشراق. این من جاودانه است و خدایگونه. 83. من تا قبل از عرصه تجلی و جمال یک احساس و ایده محض بی صفت و بی معنا و میان تهی است، درست مثل یک نقطه که حتی موجودیتش طبق تعریف مترادف با عدم است، ولی عدم عدم هم نیست. فقط اینقدر احساس و فهم می کنیم که چیزی هست، همین و بس، و این چیز همان چیزی است که نامش را من یا خودم نهادم. معنای عربی من یعنی کسی، عین حس مذکور است، فقط کسی و همین. این کس چیست؟ چه میگوید؟ چه میخواهد؟ چه نمیخواهد؟ معلوم نیست.
گاه از حدس و گمان دست به کاری می زنیم، یا حرفی بر زبان می رانیم و یا چیزی می خریم تا راضیش کنیم، ولی به تدریج می فهمیم که اینها حرف و کار و خواسته اونیست. آدم ها تمام عمر را مشغول چنین بازی با خود هستند و لحظه ای مکس نمی کنند و در خود نمی نگرند. فقط سعی می کنند که سرش را گرم کنند و گاه حتی مفقودش سازند و سر به نیست کنند یا خفهش نمایند، ولی موفق نمی شوند و کل عمر صرف این تلاش مذبوحانه و مضحک است. یک وقت نگاه می کنیم که اطراف ما را صدها چیز فرا گرفته است که ظاهراً همه مال من است. خانه من، همسر من، مدرک من، پست من، حساب بانکی من، ماشین من، وضعیت من، اعتقادات من، علم و هنر و سیاست من، روانشناسی، روابط من، اعتبارات من. ولی همه اینها جمعاً قادر نیست که لحظه ای هم این من را معنا و یا قانع کند. اینها فقط آویزه هایی هستند بر من که گاه من را دفن می کنند و فقط چیزهایی می مانند که معلوم نیست مالکی است. فقط حمالیش را کرده ایم. برای چه کسی؟ معلوم نیست. فقط کسی که نه نام دارد نه آدرس نه صفتی. فقط شاکی است و نگاه می کند و تحقیر می کند و زخم می زند و به ناگاه دیگر نیست، مثل پالانی که خرش رفته است. این قصه همه جایی من است و همه منت ها هم بروست، در حالی که او خود منت وجود است، زیرا وجود را از آن آدمی کرده است. وجود من 84. این من در دل ما احساس می شود، ولی نامش در ذهن ما حک شده و ذهن این حس محض و مطلق را من نامیده است و این یک نامگذاری ذاتی و تاریخی و جهانی است. 85. این من است که هیکل ما را جا به جا می کند. هر کاری که می کنیم به خاطر اوست که راضی شود، ولی رضایتی در کار نیست و گاه به کلی رها و فراموشش می کنیم. 86. او از ما فقط یک کار می طلبد، که نگاه کنیم. به کجا؟ به خودش، نه به این و آن، به این کالا و آن کالا. 87. به هر کس و کجا و چیز و سمتی می نگریم الا به خود من. 88. او یا من مظلومیت و معصومیت و محجوریت و مقمومیت وجود است. 89. من سمت فنای وجود است و این است که از نگریستن به این سو هم می هراسیم و حس نابودی می کنیم. این است مسئله. 90. من یک نیاز ابدی، یک نیاز معصوم، یک آه هستی رو باست. یک چشم است که از قایت پاکی و مهر و غمی که در نور اوست توان نگریستن به او را نداریم و از فرط ناپاکی احساس نابودی می کنیم. 91. من هیچ نمی خواهد، فقط نگاه. 92. من که مولود هماغوشی تن و روح می باشد و دائما در زیر نگاه روح به تن رشد می یابد، خواسته ها و غرایز حیاتی را به خودش معطوف می کند و از خود همواره بادی متساعد می سازد که در قرآن موسوم به هوای نفس است، زیرا در قرآن من نفس خوانده می شود. 93. هوای نفس در حقیقت به صورت امیال من تلقی می شود، ولی از ذات من نیست، بلکه بر مدار من می چرخد و من را مخاطب قرار می دهد و از من کام طلب می کند و من را دارای هوا می کند و این هوا تن را جهت ارضای این امیال به حرکت وامی دارد. 94. در زیر نگاه روح به تن، من مستمرن به پرواز در می آید و نیازهای وجود را پروار می کند و ابلاغ می نماید. 95.
ولی خود من همواره از این امیال مبرا و مستقل است. ولی امیال و ایده ها و غرایز همواره تا مدتی هوایی از نفس را با خود دارایند. 96. من یک نگاه، یک چشم، یک شاهد بی نظر و خردمند است که در خود دارای حکمت و قضاوت نیز هست، که این قضاوت را بدون دخالت در امور اعلان می دارد که آن هم به صورت آری یا نه می باشد. ولی روح حاکم بر قضاوت من نفی است و امر به اطلاعی بی انتها تا نفی کامل دوگانگی تن و روح، یعنی رسیدن تن و روح به مقام یگانگی، و در این صورت من می تواند از میان برخیزد و به سوی حق خود برود که پروردگار است و در ذات حق فنا شود، که در این صورت یگانگی تن و روح مظهر حضور پروردگار می شود و این ظهور من از تن است. 97. تحت شاع نظر روح به تن است که من به سوی پروردگار عروج می کند. 98. روح باید ناظر بر تن باشد و من هم ناظر بر روح و خداوند هم ناظر بر من. این وقوع یک وجود نوری است، وجودی اهل شهادت و شهود. 99. من نیز جایگاه ها و مقامات دارد، من تنی، من روحانی، من الهی. 100. در فلسفه و روانکاوی جدید نیز برای من یا ایگو مقدماتی پدید آمده است که به 3 درجه از من نامگذاری شده است: من، من مادون و من ماورا، ایگو، ساب ایگو، سوپر ایگو. ولی معنا و حقیقت معنوی این منها کاملا فرضی و تفسیری و غیر حقیقی است. 101. در که من تنی در دل و احساسات است که غرایز را ارضا می کند و در نزد عامه مردم پرستیده می شود و از مالکیت های مادی و انسانی حمایت می کند. 102. ادراک من روحانی در تفکر و حکمت شهودی ذهن است که اکثر مردم از آن بیگانه اند. 103. ولی ادراک من الهی در مکاشفات و مشاهدات ما برای طبیعی ولی در طبیعت رخ می نماید، و این دیدار جمال من الهی در جهان است.